امروز میخواییم داستان دختری رو براتون تعریف کنیم که با یه مرد متأهل میره به یه ویلای صحرایی، اما اون مرد و دوستاش بلاهای وحشتناکی به سرش میارن و میخوان بعد کشتنش جسدش رو بسوزونن، اما دختره بعد از مصرف یه مواد مخدر خیلی قوی فرار میکنه و تصمیم میگیره برگرده و ازشون انتقام بگیره. به کانال فیلمینو خوش اومدین. امروز میپردازیم به داستان فیلم ریونج. در ابتدای داستان یه هلیکوپتر رو میبینیم که مردی به نام ریچارد و دوست دخترش جنی رو به یه ویلای صحرایی میرسونه و بعد از پیاده شدن خلبان هلیکوپتر به ریچارد یه ماده مخدر به نام پیات میده. بعدش ریچارد و جنی تو اون خونه با کلاس با هم رابطه برقرار میکنن و شب که میشه زن ریچارد باهاش تماس میگیره و اینجا معلوم میشه که ریچارد داره با جنی به زنش خیانت میکنه. بعد از تماس اون دوباره برمیگرده پیش جنی و اینجا معلوم میشه که جنی هم از متأهل بودن ریچارد باخبره. صبح روز بعد جنی با لباس زیرش از خواب بیدار میشه و میره تو آشپزخونه تا بتونه یکم آب بخوره و بعد اینکه یه سیب رو گاز میزنه متوجه دوتا مرد میشه که پشت شیشه بهش زل زدن. جنی اولش کپ میکنه، اما بعدش میفهمه که اونا دوستای ریچارد، استن و دیمیتری هستن و قرار بوده برای شکار بیان پیش ریچارد، اما یکم زودتر از موعد اومدن و به خاطر همین ریچارد ناراحته چون اونا رابطش با جنی رو فهمیدن. اینجا میبینیم که استن یه جور خاصی به جنی نگاه میکنه و شب که میشه چهار نفری کنار استخر دور هم جمع میشن و یه دفعه دیمیتری توجهش جلب پایات، همون مواد مخدره، میشه که گذاشته شده روی میز. بعدش ریچارد راجع به اون مخدر با جنی حرف میزنه و میگه این یه مخدر توهمزاست که اثرات شدیدی داره. اون تعریف میکنه که یه نفر رو میشناختم که از این مخدر مصرف کرده بود و بعد اینکه میخوره زمین پاهای خودش رو قطع میکنه چون این مخدر باعث میشه که آدم احساس درد نکنه. اون بعدش از جنی میخواد که اون مواد رو یه جا مخفی کنه و جنی هم اونو تو گردنبندش جاساز میکنه و بعد پلی کردن یه آهنگ برمیگرده سمت پسرا و شروع میکنه به رقصیدن و قر دادن. یکم بعد به نظر میرسه که استن حسابی در شرف راست کردنه و جنی هم حسابی بهش حال میده که یه دفعه ریچارد پرش میداره تا ببرتش تو اتاقش. صبح روز بعد جنی از خواب بیدار میشه و میبینه ریچارد پیشش نیست و به خاطر همین تو خونه دنبالش میگرده و زمانی که سراغش رو از استن میگیره اون میگه ریچارد برای انجام کاری رفته بیرون و تا ظهر برمیگرده. همزمان میفهمیم که دیمیتری مواد بهش نرسیده و تو حال خماریه، اما استن کاملا سر حاله و میخواد یه جورایی مخ جنی رو بزنه تا شاید بتونه در نبود ریچارد بهش یه حال اساسی بده، اما جنی اصلاً به این کار علاقه ای نشون نمیده و برمیگرده داخل اتاقش. یکم بعد در حالی که جنی کاملا لخته و داره لباساشو عوض میکنه، استن میاد و بهش زل میزنه و بعدش بازم بهش پیشنهاد رابطه میده، اما جنی بازم قبول نمیکنه. خلاصه استن رد میده و به زور تو استایل پشه‌ای سرپایی ترتیب جنی رو میده و همزمان دیمیتری هم این کار استن رو میبینه و با وجود اینکه جنی ازش کمک میخواد نادیدش میگیره و از اون اتاق میره بیرون و خودشو سرگرم میکنه. چند ساعت بعد ریچارد خبر مرگش برمیگرده و از قیافه استن و دیمیتری میفهمه که یه اتفاقی افتاده و بعدش استن بهش میگه بهتره بری یه سری به جنی بزنی. اون وارد اتاق جنی میشه و جنی ازش میخواد که هلیکوپتر رو خبر کنه چون میخواد برگرده خونه. اینجا ریچارد میفهمه که استن به جنی تجاوز کرده و به خاطر همین میره فشکشش میکنه. اون بعدش به جنی پیشنهاد میده که این موضوع رو فراموش کنه، اما اون همچنان میخواد برگرده خونه و بعدش ریچارد رو تهدید میکنه که اگه به هلیکوپتر زنگ نزنه با زنش تماس میگیره و بهش همه چیزو میگه. ریچارد هم بعد از شنیدن این حرف یه چک میخوابونه زیر گوشش. جنی
به یه پرتگاه میرسه و ریچارد برای آروم کردنش تلفن استن ازش میگیره و به هلیکوپتر زنگ میزنه و ازش میخواد که نیم ساعت دیگه بیاد دنبالشون. اما بعدش ناباورانه جنی رو از پرتگاه پرت میکنه پایین. جنی سقوط میکنه روی تنه درخت و به نظر میرسه که جونش رو از دست میده. همزمان استن و دیمیتری از این کار ریچارد شوکه میشن و استن بهش میگه چرا این کارو کردی؟ اونم میگه ابله، اگه به خاطر گند تو ازمون شکایت میکرد هر کدوممونو 15 سال میفرستاد هلوفتونی. اون بعدش میگه ما طبق برنامه میریم شکار، اما قبلش میریم تو این دره و جسد جنی رو میسوزونی. اونا برمیگردن به ویلا و ریچارد لباسای جنی رو میسوزونه. از اون طرف جنی به هوش میاد و بعد اینکه عمق بلایی که به سرش اومده رو میفهمه متوجه فندکش میشه و با قرار دادن چند تا بوته خوش کنار ریشه درخت سعی میکنه یه آتیش درست کنه و میبینیم با این کارش موفق میشه که از اون درخت بیاد پایین. یکم بعد پسرها برای سوزوندن جنی راه میافتن و همزمان جنی که صدای موتورشون رو میشنوه تمام سعیشو میکنه و خودشو یه گوشه مخفی میکنه. بعدش پسرها که متوجه ناپدید شدن جنی میشن حسابی شوکه میشن و تصمیم میگیرن هر جوری که شده پیداش کنن. چند ساعت بعد در حالی که شب شده پسرها میرسن داخل دره و چشمشون به رد خونریزی جنی میفته و زمانی که دنبالش میکنن میبینن که رد خون به رودخونه میرسه و ناپدید میشه. اونا تصمیم میگیرن که از هم جدا بشن و استنو میذارن اونجا بمونه و ریچارد و دیمیتری هم هر کدوم به یه سمت از رودخونه میرن تا شاید بتونن جنی رو پیدا کنن. یکم بعد میبینیم استن ترسیده و به خاطر همین سوار ماشین میشه، اما همزمان میبینیم جنی زنده است و زمانی که صدای موتور دیمیتری رو میشنوه میره زیر آب و نفسش رو نگه میداره. بعدش جنی از فرصت استفاده میکنه و در حالی که دیمیتری داره میشاشه بهش نزدیک میشه و اسلحه‌اشو برمیداره. اما این کار دیمیتری یه تله بوده و فوراً با بیسیمش به دوستاش خبر میده و میبینیم جنی فوراً بهش شلیک میکنه، اما بعدش میفهمه اسلحه خالیه و دیمیتری هم بهش حمله میکنه. همون موقع میبینیم استن بعد اینکه میفهمه دیمیتری جنی رو پیدا کرده خیالش راحت میشه. خلاصه دیمیتری چندین بار سر جنی رو میکنه زیر آب و در میاره که یه دفعه جنی چاقوشو بر میداره و به چشمش ضربه میزنه و با این کارش باعث مرگ دیمیتری میشه. اون بلافاصله اسلحه و موتور دیمیتری رو بر میداره، اما چند کیلومتر بعد بنزین موتورش تموم میشه و پیاده شروع میکنه به راه افتادن تا اینکه وارد یه غار میشه. جنی اونجا یه آتیش روشن میکنه و تصمیم میگیره که تیکه چوبی که تو شکمش رو در بیاره، اما به خاطر درد زیاد موفق به انجام این کار نمیشه که یه دفعه یاد اون مواد مخدره میفته که قبلا داخل گردنبندش جاساز کرده بود و تصمیم میگیره که بخورتش. جنی بعد خوردن اون مواد مخدر بدمزه کم کم وارد توهمات شدید میشه و بدون حس کردن هیچ دردی موفق میشه اون تیکه چوبو از شکمش بکشه بیرون و بعدش با داغ کردن بدنه یه قوطی نوشابه زخمشو میسوزونه تا جلوی خونریزی و عفونتشو بگیره. صبح روز بعد ریچاردو میبینیم که میاد پیش استن و از اینکه به زودی دیمیتری جنی رو میاره پیششون خوشحاله. یکم بعد استن میره که صورت نکرشو بشوره که یه دفعه جسد دیمیتری مثل قارچ از آب میزنه بیرون و جفتشون از مردن دیمیتری شوکه میشن و ریچارد بعد از بررسی کردن جسد مطمئن میشه که جنی اونو کشته و بعدش دوباره جسد دیمیتری رو داخل رودخونه غرق میکنن و بعدش ریچارد از شدت عصبانیت میزنه دماغ استن و میاره پایین. همزمان جنی از خواب بیدار میشه و میبینه علامت عقاب روی بطری روی زخمش مونده در حالی که اثری از زخمش باقی نمونده. اون احساس خوبی داره و به خاطر همین دیگه نمیخواد فرار کنه و در عوض میخواد ترتیب ریچارد و استن رو بده. یکم بعد پسرها تصمیم میگیرن جدا بشن تا کوههای اطراف رو بگردن. بعدش جنی داره با دوربین شکاری دیمیتری صحرا رو دید میزنه که اتفاقی چشمش به انعکاس آینه ای میفته که دست استنه و بعد راه افتادنش متوجه میشه که داره به سمت کوها میره. جنی استن رو تعقیب میکنه تا منتظر یه فرصت مناسب بشه تا اینکه ماشین استن بنزین تموم میکنه و اون از ماشین پیاده میشه تا بتونه سوختگیری کنه که یه دفعه جنی بهش شلیک میکنه و شونهشو زخمی میکنه. اون میبینه که استن قیبش زده و به خاطر همین میره سمت ماشینش
بهش و میفهمه اون راه افتاده که فرار کنه و به خاطر همین جنی هم میره دنبالش. همزمان استن میفهمه که خونریزی شدیدش به جنی کمک میکنه که پیداش کنه و به همین خاطر با جوراباش زخمشو میبنده و با مخفی شدنش میفته پشت سر جنی و هر جوری که شده اسلحهشو میاره بالا که بهش شلیک کنه، اما میرینه و فقط لاله گوش جنی رو میزنه. جنی بعد کشتن استن سوار ماشینش میشه و هرچقدر ریچارد از طریق بیسیم صداش میزنه جنی بهش جوابی نمیده و اینجا ریچارد فکر میکنه که احتمالاً جنی استن رو کشته و به خاطر همین برمیگرده سمت ویلا. اون با هلیکوپتر تماس میگیره تا بیاد دنبالش، اما یکم بعد جنی میاد سراغش و بهش شلیک میکنه، اما اون بعد زخمی شدن هنوز زنده است. اما یکم بعد جنی دخلش رو میاره. آخر داستان هم میبینیم که جنی از اون ویلا میره بیرون و صدای نزدیک شدن هلیکوپتر به گوشش میرسه. برای دانلود این فیلم میتونید به کانال تلگرام ما که لینکش رو براتون پایین صفحه و داخل دیسکریپشن نوشتیم مراجعه کنید.